سلام مجدد و سپاس از همکارانم در بخش اولی برنامه. در نیم ساعت پسین برنامه استاد موسی فریور، استاد دانشگاه کابل با ما هستند. آقای فریور خیلی خوش آمدید. تشکر. از همینجا آغاز کنیم که استاد، حالا وضعیت این چند روز پس از انتخابات، اگه بیشتر از یک هفته است برشد از برگزار انتخابات، چگونه میبینید شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام به شنونده و بیننده های عزیز و همکاران تخنیک شما و با تشکر از برنامه وزین آخر خط. اولا خو پیروزی مسلمان ها را انشاءالله در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی پیش از پیش به ملت مجاهد و شهید پرور افغانستان تبریک تهنیت عرض می کنم. بی شک نیست که لحظات انتخابات و ایام و لیال انتظار به نتیجه نشستن نهایی انتخابات لحظات و ایام و لیال بسیار دشوار و سخت است و نگران کننده است، پر از دلهوره و امید و بالاخره تشویش های گوناگون است. ولی چون ما ظواهر انتخابات وقتی که دیدیم و حضور مردم دیدیم در انتخابات، من فکر میکنم همون قسمی که ما در مقدمه تبریک خدا و یا تبریکات خدا برای ملت مسلمان افغانستان پیشکش کردم، انشاءالله نتیجه در مقدمه چی است؟ نیافته است و سالی که نکوست از بارش پیداست، ای را به تفاعل یا به فعال نیک میگیریم و ما فکر میکنم که هر کس حق داره به نوع زنها مترسد یا نگران اوضاع باشه. در این شک نیست که یک از کاندیدا خصوصا نامزدای مقام ریاست جمهوری از خود طرفدارای دارن یا هواخواهان دارن و عوام خواهی نخواهی در انتظاری هستند که انتخابات مطابق میل ازوا یا دلخواه ازوا مرتب شود. و ما فکر میکنم که اعلام قسمی یا ده فیصدی نتایج انتخابات امیدهای را در دل مردم ایجاد کرد و تشویش هایی که بسیار کشنده و آزارنده بودند سطحش بسیار پایین آورد و حال مردم افغانستان امیدوار شدند که افغانستان نه به طرف بحرانی که حد زده می شد یا خارجی ها زیاد او را می خواستن با عنوان یک هیولا مبدل بسازند، بلکه انشاءالله به طرف فرداهای روشن و فرداهای سبز و فرداهای امیدوار کننده سیر خواهد کرد. و من جدا با عنوان یک شهروند با مسئولیت افغانستان خوشبین هستم. بله استاد، پس از برگزار انتخابات سه مسئله بیشتر مطرح است که در رسانه هم مطرح می شود، نماینده های استاد انتخابات هم به اون اشاره میکنند. یکی مسئله رسیدگی به شکایت های انتخاباتی است که کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در اینجا مسئولیت داره. عملکرد کمیسیون های انتخاباتی در امر رسیدگی به امورات انتخاباتی که چگونه است و همچنان مسئله واکنش نامزدان بر اعلام نتیجه قسمی انتخابات، این سه مورد را شما چگونه میبینید؟ خب در این شک نیست که سرنوشت انتخابات به دست علی‌الظاهر دو کمیسیون است، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل سهم شکایات انتخاباتی، و در رأس همه مسئولیت تاریخی آقای کرزی یا گروه بر سر اقتدار است که به تاریخ اول جوزا باید به شکل مسالمت آمیز قدرت به نامزد برنده انتخابات ریاست جمهوری تحویل کنند. در هر انتخابات در کشورهای مختلف شکایات و نارضایت های در برابر ارگان ها یا نهادهای برگزار کننده انتخابات وجود دارد و یک چیز طبیعی است، اما یک واهمه که وجود داره است که اما شنوندگان و بینندگان عزیز اطلاع دارند که گروه بر سر اقتدار یا تیم حاکمیت تلاش داشت که نامزد مورد نظر خود در انتخابات متوقع کال دیگر انتخابات انجام یافته است چی کنم پیروز بسازه، اما عکس از این به اثبات رسید. نامزد مورد نظر حاکمیت یا کاندیدای مورد نظر حاکمیت کمترین آرا را نصیب شد. من فکر میکنم از انتخابات 16 عمل 1393 درسای زیاد را باید مردم ما بگیرن
کسایی که موافق هستند و مخالف هستند و کسایی که مخالف های مسئله دولت هستند و مخالفان دولت و رژیم موجود در افغانستان چی در داخل نظام و چی در بیرون نظام از این انتخابات باید درس های جدی را بگیرند. من فکر می کنم که شکایاتی که راجع به تقلبات انتخاباتی و تخطی های انتخاباتی از طرف مراجع گوناگون از طرف هواخواه یک نامزد از طرف به اصطلاح نهادهای جامعه مدنی و ناظرین و مشاهدین داخلی و بین المللی عنوان شده یا باید مورد توجه قرار بگیرند. مگر واهمه اساسی است که به بهانه تقلب در انتخابات به بهانه که فلان ولایت و فلان ولسوالی را مشخص می سازند و از او بوی تعصب یا بوی بگویم عناد در برابر یک بخشی از مردم شریف افغانستان به مشام میرسه، مبادا که به بهانه تقلب و به بهانه تخطی از انتخابات آرای پاک مردم به می بهانه قرنطین شه و در این صورت باز من فکر میکنم که انتخابات نتیجه مثبت تحویل ملت افغانستان و دولت افغانستان نخواهد داد و افغانستان باز وارد یک مرحله دیگه از بحران خواهد شد. اما به بخش دیگه سوال شما برمیگردم، در شک نیست که در هر انتخابات یک بازنده است و یک برنده است و مجموعی از بازنده است. مصلحت سیاسی افغانستان و اوضاع و احوال موجود افغانستان و نازک بودن اوضاع در مجموع عمومی افغانستان ایجاب میکنه که نامزدهای بزرگوار مقام ریاست جمهوری باید به مصالح اولیای اسلام در قدم اول و دوم به مسائلی اولای افغانستان باید جدا بیندیشن. اگر ما بخوایم یا خودت بخوایی که تعمد کنیم و به اصطلاح عامیانه با سرتنبگی نتیجه انتخابات نپذیریم، یک امر طبیعی است. قانون اساسی و سایر قوانین قانون انتخابات به ما حق داده، اما ما باید پیامدهای تصمیم خودم ای تصمیم متعمدانه خدا و عجولانه خدا و ناعاقبت اندیشانه خدا باید درست بیندیشیم که برای ملت چی نتایج ناگوار تحویل خواهد داد. بنابراین من فکر میکنم نامزدهای محترم مقام ریاست جمهوری خواهی نخواهی به این مسائل اولیای افغانستان که در قدم دوم گفتم جدا توجه میکنن و ما به عنوان یکی از استادای پوهنتون کابل و عضو انجمن وکلای مدافع افغانستان و عضو اتحادیه حقوق دانای افغانستان توصیه ما به می نامزدا و واخوان نامزدایی است که اجازه بتن به کمیسیونای انتخاباتی چی کمیسیون مستقل انتخابات و چی سهم شکایات انتخاباتی که یا کار خود مطابق برنامه به پیش ببرن و خواهش ما به عنوان یک شهروند از این دو تا کمیسیونی است که یا باید زیر بار فشار و نفوذ و دیکته نرن و یا نصب العینشان امو تعهد است که در کمیسیون انتخابات دارن و به امو قانون کمیسیون مستقل انتخابات و سهم شکایات انتخاباتی دارن و تعهدشان باید به منافع ولای افغانستان باشد، نه زیر بار خارجی ها برن، نه زیر بار گروه حاکمیت برن و نه زیر بار کسایی که جنگ رسانه‌ای یا جنگ افکار علیه از یا خواهی نخواهی برا انداختن و یا با ما فکر میکنم در برابر یک آزمون فوق العاده دشوار تاریخی مواجه هستند، خصوصا آقای کرزی. ما فکر میکنم اگر مرا در صفحه تلویزیون میبینه، اگر از این انتخابات به شکل یک فرد مصلح و به شکل یک فرد خیرخواه افغانستان اگر از کنارش گذشت، یک نام خوبی را در تاریخ افغانستان کمایی خواهد کرد و اگر با مداخله سیاسی کنم و به حمایت از این گروه یا از این گروه و از این کاندیدا و از این کاندیدا بپردازه، باز من فکر میکنم تاریخ افغانستان قضاوت بسیار بی‌رحمانه در مورد خودش و طرفدارایش خواهد کردن. من فکر میکنم بازم تکرار میکنم که ما اوضاع و احوال امروز افغانستان رو کم میکنه که ما باید دوراندیش باشیم و وضعیت نازک افغانستان ملحوظ نظر خود داشته باشیم و اجازه ندیم که به بهانه انتخابات افغانستان یک بار دیگه به طرف بحران بره و بدون شک کل ملت نگران است، مترصد انکشافات. یک مسئله را که اشاره کردیم که نامزدها باید منتظر قضاوت و داوری کمیسیون انتخابات در راستای پروسه انتخابات باشن، اما عملکرد کمیسیون در روز برگزاری انتخابات مورد انتقاد شهروندان و
نیاتهای انتخاباتی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بود و همچنان در مورد اعلام نتایج قسمی که به تاخیر اعلام کرد، این دو مورد رو واقعا خیلی انتقاد کردند. اگر تنها این دو مسئله را بررسی بگیریم، آیا جای نگرانی در مورد عملکرد کمیسیون وجود میتونه داشته باشه؟ ببینین، مشکل از کجا ناشی میشه؟ مشکل از نفس قانون اساسی و صلاحیت رئیس جمهور در ماده 64 قانون اساسی منشا میگیره یا سرچشمه میگیره که رئیس جمهوری صلاحیت داره که کمیشنرها و اعضای کمیسیونای مستقل انتخابات و سم شکایت انتخاباتی رو تعیین کنه. و متاسفانه مثل سایر کشورها هنوز ما به یک درجه از پختگی و قوام فکری نرسیدیم که کمیسیونای برگزار کننده انتخابات کمیسیونای کلن مسلکی باشند و به دور از تعلقات و تعصبات سیاسی باشند. و متاسفانه در افغانستان کسایی که به عنوان نو کمیشنر در کمیسیون مستقل انتخابات آمده و نو کمیشنر دیگر در کمیسیون سم شکایات انتخابات آمده، یا بدون شک دارای گرایش های، دارای تعلقات قومی و مذهبی و از این قبیل چیزا هستند. توصیه ما می بود که وقتی که هم من سر یک پروسی ملی تصمیم می گیرند، باید در ماورای این تعلقات قبلی خود، چی تعلق نژادی است، چی لسانی است، چی مذهبی است و چی سمتی است و چی هر عنوانی که سرش میمانین، در ماورای از این باید تصمیم بگیرن. من فکر میکنم نصب العین از این باید مساله و منافع اولیای افغانستان باشه و فکر کنن که اگر ما یک تصمیم نادرست بگیریم، اگر یک تصمیم بر مبنای تعلقات و وابستگی های قبلی خود بگیریم و این تصمیم ما باز منجر به ضرر ملت افغانستان شد، باز یا هم در برابر خدا و هم در برابر وجدان خود و هم در برابر ملت افغانستان مسئول خواهند بود. ما امیدوار هستم، ما اکثریت ای کسایی که در دو کمیسیون هستن دوستای نزدیکم هستن، من یارم میشناسم و اگر مرا در صفحه تلویزیون میبینن ازشان خواهش میکنم که زیر بار نرن، زیر اعمال نفوذ هیچ گروه داخلی و خارجی به هیچ ترفند و به هیچ تطمیع و به هیچ تهدید باید تن نتن. اما فکر میکنم بالاترین مصلحت باید برشان مسائل اولیای افغانستان باشه. بله، در مورد حالا پذیرش نتیجه انتخابات، هرچند نتیجه قسمی و 10% از 26 ولایت اعلام شد، اما شمار از نامزدان واکنش نشان دادن و اعلامیه صادر کردن که ما این نتیجه را نمیپذیریم، کمیسیون هم عادلانه قضاوت نکرده، حتی لفظی را به کار بردن که این یک عمل یا کنش نابخشودنی است که سوی کمیسیون انجام شده. واقعا اگر هر نامزدی از این 8 نامزد پیروز شود و دیگران چنین موضوعی در مورد نتیجه انتخابات داشته باشند، چی پیامد میتونه داشته باشه؟ بله، من قیاس مع الفارق نمی کنم. یک مثال میتونم، در محکمه مدعی و مدعیه وقتی که پیش قاضی میره، قاضی باید به نفع یکی حکم کنه و یک طرف خواهی نخواهی از قاضی ناراحت میشه. عین موضوع را تعمیم میتیم به موضوع انتخابات. در انتخابات بازنده ناراحت میشه، در انتخابات بازنده یا در کمپاین و کارزار انتخاباتی متحمل زحمات و مشقات بسیار زیاد شده، پول مصرف کرده، انرژی مصرف کرده، به اصطلاح اعتبار خود از به سرمایه گذاری گذاشته، وقتی که نتیجه دلخواه خود نمیگیره خواهی نخواهی ناراحت میشه. ولی ما فکر میکنیم، باز میگیم که عدالت باید عنصر اساسی در تصمیم گیری های کمیسیون انتخاباتی باشه. عدالت، پیشتر گفتم، بدون حب و بغض، بدون اینکه تعلقات قبلی خود مد نظر، بدون اینکه بگوین که اولیای نعمت، اولیا ولی نعمت های ما کیا بودن، کیا ما را در این کمیسیون ها آوردن و ما باید منتکش از یا باشیم و امروز باید در برابر از وا چی کنیم، به حساب ادای دین کنیم. من فکر میکنم اگر با این تفکر و با این نوع از نگاه برن و نتیجه انتخابات دستکاری کنن یا مهندسی کنن یا انجینری کنن، باز این بسیار یک مسئولیت خطرناک تاریخی خواهد بود. ما باز تکرار میکنم، خطاب ما با آقای دکتر یوسف نورستانی است که دوست محیط هجرت ماست، با او معرفت دارم، و با آقای عبدالستار سعادت که شاگرد من بود در فاکولتی حقوق علوم سیاسی. با این دو نفر اخصا پیام معمی است که زیر بار نرن و مسئولیت تاریخی خود باید مد نظر بگیرند و مبنای کارشان باید عدالت و امانتداری باشه و هر گونه اعمال نفوذ و هر گونه مداخله داخلی و خارجی در پروسه انتخابات و کنار آمدن از یا سکوت یا تسامح از یا به ضرر منافع افغانستان خواهد بود. بله استاد، در کل اگر یک مسئله دیگر اشاره کنیم که حالا با این حضور پررنگی که مردم در انتخابات داشتن از قشر مختلف اجتماعی، همچنان نقش سهمی که رسانه ها در پوشش پروسه انتخابات داشتن و حالا کمیسیون های انتخاباتی هم وجود دارد،
آیا چقدر باید نگران از تقلب باز هم در انتخابات و دستبرد در آرای مردم باید باشیم؟ هر چیز محتمل است. ما نمیگیم هنوز تا 24 سال ما خیلی فاصله داریم. حدود یک ماه پیش روی ماست. یعنی در یک ماه که پیش روی داریم تا نتایج نهایی انتخابات به تاریخ 24 سال اعلام شود هر چیز احتمال وجود داره. خب ما توصیه مامی بود اخصم باز بانوان یک شهروند با مسئولیت و توصیه بسیار دوستانه ما یا خواهش بسیار دوستانه ما از این زوات و از این مقاماتی است که در طول امی یک ماه به هیچ عنوان زیر بار فشار نرند و نصب العینشان باید منافع و مصالح اولیای افغانستان باشد. یک چیز دیگر را باید فراموش نکنیم. خب حالا ما چی میخواییم نمیخواییم، چی خوش ما نمیخواییم. افغانستان با وضعیت موجود و با موجودیت اینمی قوای خارجی در افغانستان یک تعریف و یک تصویر از خود در اذهان عامه در سطح داخل یا در بین شهروندان افغانستان و در بیرون در جامعه بین‌المللی داره. تا جایی که من دیدم و رسانه‌های داخلی و خارجی را دنبال کردم، من فکر می‌کنم که انتخابات کامیاب 16 عمل 1393 وجاهت و اوتریتا و پرستیج افغانستان بسیار بالا برد. ما از تمام کاندیدا می‌خواهیم که به بهانه تقلبات و تخلبات یا با توسل به تقلبات و تخطیهای انتخاباتی این وجاهت و این اعتبار را که افغانستان کمایی کرده این را خدشدار نسازن و این به نفع افغانستان نیست. این اعتبار که افغانستان این را به دست آورده نباید اعتبار صدمه ببینه و من فکر میکنم که خواهی نخواهی افغانستان از جامعه بین‌المللی است و شرایط اوضاع و احوال فعلی امروز جامعه و هم جامعه جانی همی رکم میکنه که از این وضعیت باید اصن استفاده شوه، نباید از این وضعیت مخدوش شوه و این پرستیج و اعتبار که افغانستان بده سارده این مصدوم شوه صدمه ببینه. بله، و در مورد چگونگی رقم خوردن برایند انتخابات تنها بیشتر تاکید بر عمل کرد و نقش کمیسیون های انتخاباتی بخصوص در دو مورد که بی‌طرفانه و منصفانه تاکید میشه. تنها واقعا این دنیا ها فکر میکنن میتونن که نتیجه مطلوب و منصفانه را برای مردم افغانستان از انتخابات ارائه کنن. خب تصور دیگر جناح و گروه ها یا موارد دیگر نقش ندارن. تصور خود از آغاز همی بود که ما ماده 64 قانون اساسی و نقش رئیس جمهور در گزینش کمیشنرها یا اعضای برجسته دو کمیسیون متذکر شدم. تصور مقدماتی یا تصوری که در بین جامعه از خمی است که کمیسیون ها از چین شخص رئیس جمهور هستند و هر چیزی که رئیس جمهور گفت مطابق ازمون باید یا چی کنن تصمیم بگیرن. فکر میکنم که اگر با اتو یک طرز تفکر هر دو کمیسیون زیر بار برن و زیر فشار برن یا تطمیع شوند یا تخویف شوند یا تهدید شوند و در نتیجه همچه مال نفوذ باز تصمیم بگیرن، باز یک مسئولیت بزرگ تاریخی را به تاریخ افغانستان کمایی خواهند کرد. و من فکر میکنم هیچ آدم اشاره نباید اتو یک ریسک و اتو یک خطر بزرگ چی کنه قبول کنه، بخاطر اینکه فردا بازی ها دیگه کمیسیون ها نخواهند بود و باز از یا مردم پرسان خواهد کرد. حداقل افکار ما باز در مورد از یا بسیار بیرمانه قضاوت خواهد کرد. ما با شما موافق هستم که احتمالات وجود دارم، حدس و گمان ها در مورد اعضای دو کمیسیون و رؤسای دو کمیسیون وجود داره که یا امکان داره زیر بار برن یا امکان داره که به نفع تیم حاکمیت و نامزد مورد نظرش نتیجه انتخابات دستکاری کنن یا او را مهندسی کنن یا انجینری کنن. این چیز متصور است، اما من فکر میکنم که جلوی تصورات و جلوی احتمالات فوق العاده خطرناک و منفی را باید هر دو کمیسیون و رؤسای هر دو کمیسیون باید بگیرن. بله، و در آخر اگرچه پیشتر هم به یک مسئله شما اشاره کردیم، نقطه نگرانی که در مورد چگونگی رقم خوردن نتیجه انتخابات وجود داره فکر میکنیم بیشتر از کجا ناشی میشه؟ خب دی شک نیست که افغانستان همسایه با 6 کشور دارای منافع متضاد با منافع افغانستان با قدرت های منطقه قدرت های جانی و افغانستان یک منطقه بسیار حساس از نظر سیاسی، از نظر جغرافیایی، از نظر اقتصادی است و همه کشورها امروز تمام نظرهایشان معطوف به اوضاع افغانستان و انکشافات و نتایج انتخابات ریاست جمهوری است. بدون شک دایج خارجی ها فوق العاده میخواهند دست بازی کنن، میخواهند افراد مورد نظر خود را سپورت کنن، اما قسمی که در کارزارهای انتخاباتی کار کردن میخواهند در نتایج انتخابات هم مداخله کنن.
آله علاز ظاهر چیزی که ما میبینیم و در روی قانون میبینیم صلاحیت ها و تصمیم و اعلام تصمیم به دست چی هست؟ کمیسیون اردو کمیسیون انتخابات است و یا باید زعی اوضاع نازک مملکت ها و خطرات که افغانستان چی خطرات داخلی و چی خطرات بیرونی که افغانستان تهدید میکنه تمامی موارد باید مد نظر گرفته و بر مبنای تدین خود و بر مبنای امو غریزه عدالت خواهانه خود باید در نتیجه انتخابات که محققه و تورکه است باید چی کنم مرتب بسازن و نتیجه را بیبا کنه بی محابا و بدون ترس و لرز و بدون ای که باز عواقب ما چی خواهد بود با ما مخالف و موافق چی برخورد کرد چی برخورد خواهند کرد مطابق از او باید و تصمیم بگیرن و تصمیم خود شجاعانه بس همه ملت افغانستان برسانند. سپاسگزار هستیم. در پایان هم سپاس از حضور وقت مهمان برنامه استاد موسی فریور استاد دانشگاه کابل. از شما بیننده های عزیز هم سپاسگزار هستم. تا برنامه بعدی در همین فرصت خدا نگهدار.